تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سه سفره قرآن هستیم، آیه به آیه میخونیم و تفسیر میگیم. تفسیر چند دقیقه ای، ساده و روان و فشرده. به جزء 11 سوره یونس آیه 64 رسیدیم. بشنوید آیه را. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. این لهم برای اونها بشارت. اونها چیان؟ آیه قبل بحث اولیا بود. اولیاء خدا ترسی ندارن، اندوهگین نمیشن. اولیاء خدا کسانی هستن که آمنو، ایمان دارن و کانو یتقون، تقوا پیشه هستن. اینا اولیاء خدا هستن. حال خدا تو این آیه میگه اولیاء خدا چی؟ لهم البشرا. برای این اولیاء خدا در زندگی و دنیا بشارت. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. اولیاء خدا هم در دنیا بشارت دارن و هم در آخرت. در دنیا خوابهایی میبینن، یک، الهامایی بهشون میشه، دو، آرامش و سکینه، و فی الاخره. اما در آخرت هم حسابش جداست، وعده ها، سلام های فرشته ها. از لحظه مرگ اولیاء خدا رو میبینن. روایات زیادی داریم که انسان لحظه مرگ پیغمبر اسلام رو میبینه، علی بن ابی طالب رو میبینه، اونا بهش وعده میدن، دلگرمی میدن، میگن آینده تو بهتر است، رفیقای دنیا رو رها کنی با سلمان و ابی ذر ها رفیق میشی، رفیقات بهتر میشن، جاد بهتر میشه. لهم البشرا هم در دنیا و هم در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، در سخنان و وعده‌های خدا تبدیل و تغییر نیست. ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم و رستگاری عظیم اینه. داشتن مال و مقام فوز عظیم نیست. فوز عظیم این است که آرامش ها در دل، دعاها بر لب، استجابت دعا، محبوبیت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قرآن فرمود اونا که اهل ایمان و عمل صالحن مهرش تو دلا میشینه. افراد خوب رو همه دوستش دارن، حتی بعدها هم آدمای خوب رو دوست دارن، خودشون آدم بدین، ولی همین آدم بعد وقتی ببینه یه آدم با تقوا رو تو کوچه سلامش میکنه، تو تشییع جنازه شرکت میکنه، قصه میخوره، میگه آدم خوبی بود. یعنی بعدها هم خوبا رو قبول دارن. لهم البشرا، کسانی که آمنوا و کانوا یتقون. در آیه قبل گفتیم اولیاء خدا اهل ایمان و اهل تقوا هستن، میگه برای اینها بشارته. در دنیا بشارت، در آخرت بشارت. حالا اولیاء خدا در دنیا چجوری هستن؟ یه سیمای از اولیاء خدا من اینجا یادداشت کردم براتون بگم. یک، آرامش دارن. به ذکر الله تطمئن القلوب. حتی تو قرآن داریم که میامدن میگفتن ان الناس قد جمعوا لكم، دشمن جمع شده، بترسید، هیچ نمیترسید. مثل که به اصحاب موسی گفتن آقا شما 72 نفرید، اونها 10,000 نفر، باکشون. آرامش دارن اولیاء خدا، آرامش دارن، توکل دارن. فلیتوکل المؤمنون، از طرف غیب امداد میشن. بارها در قرآن داریم که در جبهه، در بعضی از جبهه ها فرشتگان می آمدن کمک میکردن اولیاء خدا رو، جنود لم تروها. اولیاء خدا همیشه احساس کنن پیروزن. اگر دشمن خدا رو بکشن الحمدلله دشمن خدا رو کشتیم، اگر اونها ما رو بکشن الحمدلله شهید شدیم. اهدر حسنین دارن، یعنی هرستن باشه میگم ما خوشحالیم، شهید در راه خدا بشیم عزت، دشمن خدا رو بکشیم پیروز بشیم عزت. اولیاء خدا در بنبست قرار نمیگن، یجعل له مخرجا. قرآن میگه افراد با تقوا رو نمیذاریم در بنبست قرار بگیره، برش راه خروج قرار میدیم. اولیاء خدا کارشون رو بیهوده نمیبینن، میگن حالا مردم هم قدردانی نکردن، عوضش خدا که میدونه ما چی کردیم. فما یعمل مثقال ذره. اولیاء خدا از ملامت ها نمیترسن، لا یخافون فی الله لومة لائم. در راه خدا از هیچ ملامت نیشی نمیترسن.
از مردم نمیترسن، میگن فخشا و هم فزاد هم ایمان هم، میگن نخیر ما نمیترسن. از طاغوتا نمیترسن. فرعون به ساحرانی که به موسی ایمان آورده بودن گفت میکشه میدو، گفتن فقطه دستو بده ما رو بکشن، تو کسی نیستی، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط دور تو همه دنیا بیشتر نیست. از طاغوتا نمیترسن. اولیا خدا حیرت زده نیستن. یهدی هم رب هم به ایمانه هم، چون اینا ایمان دارن به خاطر همون ایمان خدا هدایتشو میکنه. محبوبیت دارن. سید اللهم الرحمن ودا، اینا همش آیه قرآنه. آرامش، توکل، امداد غیبی، پیروزی، در بنبست قرار نگرفتن، کارشون بیهوده نیست، از ملامت نترسیدن، از مردم نترسیدن، از طاغوت نترسیدن، اینا همه آیه قرآن داره. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برای اولیاء خدا بشارته، در همین دنیا بشارته و روز قیامت هم که حسابش جداست. لا تبدیل لکلمات الله، ذالک الفوز العظیم، رستگاری بزرگ برای انسانی که همواره با ایمان و تقوا بوده. این فوز عظیم اینه، رستگار اینه. نگید فلانی رستگاره که چه زندگی داره، فلانی رستگاره که آمنو، فلانی رستگاره که وکانو یتقو، فلانی رستگاره که از طرف خدا در همین دنیا بهش بشارت داده میشه، در آخرت هم بشارت داده میشه. اولیاء خدا اینه. خدایا ما را ملحق به اولیاء خودت بکن، بخشی از صفات اولیاء خودت به ما هم مرحمت بفرما. خب این آیه 64 هم از سوره یونس تمام. السلام علیکم و رحمت الله.